بگاه بنی هاشمی پژوهشگر حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر ما رو همراهی میکنه. خانم بنی هاشمی، این شیوه رفتار حکومت با زنان و نمایش جنگ آشکار علیه زنان تایید دیگری بر آپارتاید جنسی در ایران نیست؟ در ایران به احتمال زیاد آپارتاید، نوع آپارتاید جنسی به محسوب میشه. در واقع به نوعی این نوع برخورد همون ادامه رفتارهایی هستش که تبعیض‌های جنسیتی رو ما در اون میبینیم. البته میتونیم بگیم در ارتباط با مسئله حجاب، این که ما داریم صحبت از این میکنیم که خب حجاب محصول در واقع ساید افکت اون میره روی زنان و ما از این جهت در واقع این رو میگیم به یه نوعی تبعیض جنسیتی علیه زنان داره صورت میگیره. حتی در خیلی از صحبت هم در واقع با هشتگی که ما الان در شبکه اجتماعی داریم مسئله جنگ علیه زنان داره مطرح میشه. اما من میخوام اینجا یه خاطر نشان بکنم، از چند تا نقل قول بیارم از کسانی که فعالین حقوق زن در عرصه بین الملل هستن، که اونها معتقدن که اگرچه وضعیت زنان در بعضی از کشورها مورد سوء استفاده قرار میگیره و ما زنان رو در واقع به عنوان تایتل، به عنوان عنوان اعلام میکنیم، اما اینو نباید فراموش بکنیم که در این مرحله در واقع یک جامعه رو مورد حمله و سرکوب داریم قرار میدیم. برای اینکه اون فعالینی که بهشون اشاره کردم معتقد هستن که در زندگی هر مردی تعدادی زن وجود داره، از اینکه یک پدری دختر داشته باشه، از اینکه مردی همسرش زن هست، از اینکه در واقع با مردان هم در میان جامعه در میان زنان هستند. بنابراین من میخوام بگم که درسته که ما داریم صحبت از یه آپارتاید جنسیتی میکنیم، درسته که این سرکوب مستقیما نوک حمله رو گرفته به سمت زنان، اما با این وجود من اعتقاد دارم که این یک نوع سرکوب همگانی در ایرانه. برای اینکه همونطور هم که میبینین در خیلی از صحنه‌ها مردان هم در واقع منقلب میشن، در خیلی از خانواده ها وقتی که دخترانشون رو میبرن به گشت ارشاد، به هر حال مردان خانواده هم بدون بی‌ضرر و کنار گذاشته نمیشن، همونطوری که مثلا خیلی از کشته شده هایی که در اعتراضات جنبش مهسا بودن، بالاخره پدران هم به اندازه مادران داغدار میشن در اتفاقاتی که میفته. از همین جهت هستش که من معتقد هستم که این اتفاقی که داره میفته به طور کل نوک حمله رو نشانه گرفته به سمت اکثریتی در جامعه ایران که نزدیک به حکومت و موافق عملکرد حکومت نیستن. خانم بنی هاشمی، شاید این سوالی که میپرسم یکم پاسخش چالشی باشه براتون، بخاطر که به هر حال قانون ما به نوعی از مذهب ریشش مذهب هستش، ولی فکر میکنین واقعا این نوع برخوردی که با زنان میشه بیشتر از نگاه مذهبی حکومت داره سرچشمه میگیره یا نه بیشتر برمیگرده، یعنی بیشتر قانون رو باید مقصر بدونیم؟ ببینید، من الان چیزی که از مردم میشنوم و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنم، میتونم بگم که مردمی، به هر حال ما یک قشر مذهبی، یک قشر سنتی در ایران داریم که اینها همیشه سالیان سال در واقع به نوعی مدافع عملکرد رژیم بودن، برای اینکه افراد مذهبی هستن. اما الان به نظر میرسه که یکی از زوایایی که میتونیم بهش بپردازیم اینه که مردم مذهبی هم از این وضع راضی نیستن، یعنی اون در اون اکثریتی که من صحبت کردم بخشیش هم بر مردم سنتی مذهبی هستن که به یک نوعی به هر حال اونها هم فرزندان نسل جدیدی دارن، نسلی که در واقع نمیپذیره و دنبال حق پوشش خودشه. اما شما صحبت از قانون کردید. ببینید، خب اینجا مسئله اینه که ما از ابتدای انقلاب در واقع تلاش کردن که تمام قوانین رو که داشتیم رو تبدیل کنن به قوانین ایرانی که گرفته شده از شرعه. حالا این وسط ها در واقع چقدر این میکسی که اتفاق افتاده درسته، چقدر درست نیست، واقعا منطبق بر شرع هست یا نه، اینها بحثای خودشو داره. ولی من فکر میکنم که اگه بخوایم اینطوری در این گفتگوی کوتاه بهش بپردازیم، مسئله این اکثریتی که با نوع قانون موافق نیستن، با نوع برخورد حکومت موافق نیستن، که اعم از افراد مذهبی با پوشش حجاب و چادر هستن و همچنین کسانی که در واقع به این نوع پوشش اعتقادی ندارن، اینها افرادی هستن که امروز در واقع نوک پیکان انتقادات رو به سمت حکومت میبرن و در نهایت خواستار یا تغییر قوانین هستن و یا دست کم در واقع تغییر رفتار حکومت با مرد. ممنون از توضیحاتتون. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق.